روز به روز به دایره خبرگزاری های مختلف و رسانه های مختلف داره اضافه میشه و تشخیص اخبار راست از دروغ بسیار سخت. مدتی داریم میشنویم که آقای ولیعهد دارن برمیگردن ایران. مدتی هم هست داریم از کمپین دختران خیابون انقلاب و چهارشنبه های سفید میشنویم. مدتی داریم از ریستارت میشنویم و مدتی است داریم اخبار دروغ کانال های آمد نیوز رو پیگیری میکنیم. بنده سالهاست تو تلویزیون مشغول کار نیستم و هیچ رسانه‌ای منو تطمیع و ترغیب نمیکنه که این حرفا رو بزنم. فقط چون اول پای حقوق خودم در میونه با هزینه شخصی خودم این برنامه رو تولید میکنم و بعداً برای مردمی تلاش خواهم کرد که ممکنه ناآگاهانه با پیگیری اخبار دروغین این جور کانال ها به اشتباه بیفتن. چون من مثل روح الله زم، مسیح علی‌نژاد و امثالهم دایه حق خواهی از مردم ندارم و اول از خودم شروع میکنم. جا داره بپردازیم به لفاظی های این افراد معلوم الحال که در تاریخ 4 خرداد 97 مثلا میتینگ رسیدگی به پرونده های محسن افشانی رو راه انداخته بودن. خب یکی از کاربران دیگر سوال کرده که علت دعوای محسن افشانی بازیگر جنجالی با مؤسس آمد نیوز چیه؟ اولا ما اصلا دعوایی نداریم. قانوناً طرح دعوا با اشخاص حقیقی یا حقوقی زمانی شکل میگیره که موجودیت حقیقی یا حقوقی طرفین دعوا مشخص بشه. زمانی که یه طرف قضیه نیست، رفته از دور داره لفاظی میکنه، من چه دعوایی دارم؟ دعوا کردن با بچه‌ای که از دور فحش میده جایز نیست. ثانیاً این که همه میگن مؤسسه آمد نیوز و خودشون هم گندش میکنن میگن مؤسسه آمد نیوز، این مؤسسه مورد تایید کجاست؟ آیا پروانه فعالیتی از یک نهاد قانونی داره که میگن مؤسسه آمد نیوز؟ بابا یه جوری میگن مؤسسه انگار وزارت ارشاد پروانهشون رو تایید کرده. نگید مؤسسه، گندش نکنید الکی. 4 آدم الافس روح لازم نشستن دور هم که نمیشه مؤسسه. فکر نکنید به فکر منافع شما مردم عزیز. اون آقایی که اونجا نشسته، اون خانمی که پشت اون تریبون نشسته، به فکر منافع الان خودشه. یک رسانه‌ای که قانونی میخواد فعالیت کنه بر اساس قانون مدون و معینی حرکت میکنه که اگر اشتباه کرد و خبر دروغ و کذب منتشر کرد، یه دادسرایی مثل دادسرای فرهنگ و رسانه وجود داشته باشه که احضارش کنه، بگه بیا جلو، بیا شما توضیح بده چرا این خبر رو به چه استنادی منتشر کردی. ولی اون آقایی که اونجا نشسته داره اخبار دروغین منتشر میکنه، خیالش راحته که هیچ دادسرایی وجود نداره، از ایران کسی احضاریه برنمی‌داره بره اونجا، قانون استرداد مجرم وجود نداره، پس از اونجا دهنشو باز میکنه، هر چی دوست داره میگه. این آقا فکر کرده چون اسمش روح الله است میتونه از اون ور انقلابی به پا کنه. نه عزیزم، نه تو آقای خمینی هستی که اون محبوبیت و مقبولیت رو داشته باشی، نه اینجا تو این مملکت شاه داره امپراتوری میکنه که 4 مثل تو، مسیح علی نژاد و امیرعباس فخرآور و مهدی فلاحتی و 4 آشغال دیگه که پشت کردن به این مملکت بتونن قدم از قدم بردارن. البته اینم بگم تو این 4 که عقلم میرسه خودم از مخالفین دزدی و اختلاس آقایون هستم، کسایی که دستشون میکنن تو بیت المال، حق مردمو دارن میخورن، خون مردمو دارن تو شیشه میکنن، ولی تهش به یه نفر ایمان دارم، اونم آقای خامنه ایه. در حال یکی که تو این مملکت داره زندگی میکنه باید به یه نفر اعتماد داشته باشه، بذار مملکت رو بدزدن و به چاپن و ببرن. منی که مال این آب و خاکم، ترجیح میدم که به تو و امثال تو اعتماد نکنم و آقای خامنه ای رو قبول داشته باشم با همه ی خوشگذرونی ها و عقایدم. ببینیم چیه و اینکه چرا این بازیگر که خودش میگه با نیت خیر به جمع‌آوری پول برای مداوای 2 مبتلا به MSA سالی که نکوست از بهارش پیداست. دقت کردین؟ همین اول برنامه دقیق از ذره اطلاعات دقیق در مورد بحث، حداقل بدونید در مورد چی دارید بحث میکنید، حداقل اسمشو بدونید. آخه MSA آقای فرودی شما دیگه چرا؟ من فکرم فقط این آقای رزه بیسواده. MSA SMA اسمشو درست بگید. حالا یه دونه رو زیر سیبیلی ردش میکنیم، میگیم سنتون رفته بالا، حواستون نبوده، ذهنتون درگیر 4 بحث دیگه ای بود، در حال نمیدونستید دیگه، همینجوری ما زیر سیبیلی رد کردیم، شما سریع از روش رد شدید که ما نفهمیم، ولی متاسفانه ما زرنگیم، ما فهمیدیم، اشکال نداره، خودم براتون درست کردم. بقیه‌شو ببینیم. به SMA مشغول بوده، متهم به کلاهبرداری شده. این اتهامو کی به ما وارد کرده؟ رسانه دروغ پرداز آمد نیوز یا دستگاه‌های ذی صلاح قانونی و قضایی؟ مشخص مدیر رسانه‌های دروغ پرداز آمد نیوز با در نظر گرفتن منافع جدید برای خودش و با اتکا به شایعات بی اساس یک معلوم الحال دیگه‌ای مثل خودش خبرسازی کرد. کار سختی نیست. تو امثال تو به من بگید دزد، به من بگید کلاهبردار، به من بگید قاتل، به من بگید مفسد فی الارض، برای من و امثال من و 4 آدم با اندیشه و با خرد و با شخصیت دیگه این حرفا اصلا اهمیتی نداره. مهم اینه که من اینجا در چارچوب اخلاقیات و انسانیت دارم قدم برمی‌دارم.
خصوص امور خیریه هم که ما با خدای خودمون معامله کردیم و اصلا ذره‌ای برام ارزش نداره قضاوت‌های نابجای خیلی از مردم که بر اساس شایعه پردازی و دروغ پردازی‌های شما دارن عمل می‌کنن. پس تا روشن شدن این حقیقت خیلی مراقب باشید که تو ذهنتون نابجا چیزی رو به من نسبت ندید که بعدها به خاطر عذاب وجدانش نتونید آسوده بشید. حالا بریم سراغ قسمت دوم فرمایشات مضحک آقای فرهودی. صفحات اینستاگرام خودش و همسرش رو پایین کشیدن. مگه پایین کشیدنیه؟ یه جوری میگه صفحات خودش و همسرش رو کشیدن پایین، که انگار آقای مهرجویی فیلم سنتوری یک و بیلبوردش رو غیرقانونی زدن، شبونه بردن اکران کردن، بعدن کشیدن پایین. جف ندی گوشی منو سبیل به دلیل ورود غیرمجاز سبیل به ورزشگاه آزادی ضبط شده بود، یه چند روز بعدش با دستور قاضی محترم پرونده تحویلمون شد. یه چند روز فقط دور بودیم از این فضا. چرا جف میدید؟ دقت کنید جمله رو. صفحات اینستاگرام خودش و همسرش رو پایین کشیدن. چون فقط با این جمله قضیه رو هیجانی تر میکنید. اگر من خودم بازیگرم، کاملا از لرزش صداتون، از لحن حرف زدنتون و تکون خوردن عضلات صورتتون مشخصه دارید دروغا و چرت و پرتاتون رو عادی نمایی میکنید. به قرآن اگر یک روانشناس و یک استاد بادی لنگویج بیان بشینن پای مصاحبه اینا، از رفتار و گفتار و حالات صورتشون قشنگ میتونن گواهی کنن که اینا دارن دروغ میگن. ببینیم. رولا، ویدیویی از این آقا دیدم که با خشم و عصبانیت به تو حمله کرده بود. ماجرا چه قراره؟ ببین، ماجرا خیلی روشنه. من گفتم ما هر جا منافع مردم باشه همونجا هستیم. آه، اینو داشته باشید، جلوتر بهش میرسیم. حواستون باشه. گفت ما هر جا منافع مردم باشه همونجا هستیم. بسیار ادعای بزرگ و مردمیه. ببینیم ادامه‌شو. اصلا چیز مخفی نیستی، همه میدونن. به دلیل همینم بود که من مثلا خب الان 6 سال 7 سال از آخرین باری که آقای افشانی رو دیدم، حالا به جهت اون کار زشتی که انجام داده بود، با اینکه فضای رسانه‌ای هم دستم بود. بابا تو فضای رسانه‌ای دستت نیست، تو خودتو خیلی دست بالا گرفتی. تو فقط فالوئرات بالاست، اونم به خاطر اینکه دروغای شبیه به واقعیت و جوری بهشون میپردازی که قابل باور باشن. تو یه شاخ مجازی هستی، رستت مشخص، رسته خبر، نه رسالت خبر گذاری به صحت خبرشه، نه اخبار کذب. تو کمپین احمق ها رو معروف نکنیم برای تو امثال تو رو اندازی شده. مردم عزیز، اینجور احمق ها رو معروف نکنیم که فکر کنن فضای رسانه‌ای دستشون. دست خدا تو دستت باشه عزیزم. 4 تا کانال آشغال و صفحه اینستاگرام و فالوور که اهمیتی نداره. تو بودی و همه قدرت تو، کانال تو، صفحه اینستاگرامت، من بودم و یه صفحه اینستاگرام. ببین چی جوری بهت فشار اومده که برنامه ترتیب دادیم. ببینید، من اصلا مشکلات شخصیمو به هیچ وجه تو کار رسانه‌ای نمیارم با آدما. اینا من نیوردم، خود ایشون آورد. حرف ما واضح بود. یک پولی جمع شده بود به نام یک بیمار کوچیکی که بعد 6 تا آمپول خریداری میشد. جمعاً رقم این آمپولا 750,000 دلار بود، یعنی به پول ایران تقریبا 3 میلیارد 4 میلیارد. و این پول کامل جمع نشده بود، یعنی به سقف نرسیده بود، 3-4 میلیارد تومان. خانواده‌اش گفتن که همون رقمی که جمع شده رو به ما بده، چون این آمپول باید هر 2-3 ماه یه دفعه تزریق بشه و ما حداقل میتونیم الان با این پول 2-3 تا آمپول رو بخریم. خب بریم با هم دیگه بی‌سوادی آقای رزه رو بررسی کنیم. بنویسین تزریق اسپینرازا در سایت دکتر محمد کاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. قشنگ دقت کنید. داروی اسپینرازا فعلا فقط توسط شرکت بیوژن تولید می‌شود و نوع دارو به صورت آمپول‌های تزریقی است که در داخل کانال نخاعی کودک تزریق می‌شود. در یک دوره یک ساله لازم است که 4 آمپول در فواصل یک هفته‌ای تزریق شود و سپس هر 4 ماه نیز تزریق این دارو انجام گیرد. فعلا ما با یکی شروع کنیم تا بعد یعنی چی بی سواد. 21 آبان 1396 سخنگوی سازمان غذا و دارو فرمودن داروی اسپینرازا در فهرست داروی کشور قرار ندارد. درسته، تا اینجاشو میدونیم. مهندس محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت داروی اسپینرازا با توجه به عدم وجود در فهرست داروی ایران پیرو بند پ ماده 72 قانون توسعه برنامه 6 که تجویز داروهای خارج از فهرست را تخلف برمی‌شمارد، امکان تأمین و تهیه آن وجود نداره. پس داریم در مورد داروی غیرقانونی فعلا صحبت میکنیم و اینکه برای مداوای هر بیمار مبتلا به SMA با توجه به علم موجود روزمون و داروی اسپینرازایی که هست، هر 4 ماه یک بار تا آخر عمرشون حدود 1 میلیارد تومان باید هزینه کنن تا از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنن. فعلا فقط اسپینرازاست با توجه به اینکه درمان قطعی نیست.
نکته‌ای که بنده بهش اصرار دارم و اون بی‌سواد نفهمید همینجاست و دلیل این که نباید اون مبالغ تو حساب خانواده اون بیماران بره اینه: یک کلام، هیچ منطقی پشت این عمل وجود نداره، چرا که پول از طرف مردم خیر با نیت خیر میره تو حساب خانواده هایی که خرج مداوای بیدلیل میکنن. بابا صبر کنید تا یک درمان قطعی براش مشخص بشه و یک راه قانونی برای درمانش، نه اینکه شماره حساباتونو اعلام کنید مردمم پول بریزن تکلیف اون پول مشخص نشه. بریم یه بار دیگه قسمت آخر حرفای این آقای بی‌سواد با هم دیگه گوش بدیم. خانواده‌اش میگفتن که همون رقمی که جمع شده رو به ما بده، چون این آمپول باید هر دو سه ماه یه دفعه تزریق بشه و ما حداقل میتونیم الان با این پول دو تا سه تا آمپول رو بخریم. چی؟ و ما حداقل میتونیم با این پول دو سه تا آمپول بخریم؟ هر آمپول اگر 125,000 دلار باشه، دو تاش میشه 250,000 دلار، سه تاش میشه 175,000 دلار. هرچی فکر میکنم و حساب میکنم با ماشین حساب من جور در نمیاد. آقای رزه، با چه ماشین حسابی حساب کردی که اینقدر با قدرت از طرف خانواده بیماران اعلام میکنی که ما فعلا میتونیم دو سه تا بخریم؟ اگه ژورنالیستی و ادعاشو داری، میدونی که ژورنالیست واقعی مستند حرف میزنه، با اتکا به اطلاعات درست حرف میزنه. اگر اطلاعات درستی که تو درآوردی اینه که تو همون رنج ژورنالیستای عبدخیاری باید ردت کنیم بریم، اگر با اتکا به حرف خانواده اون بیمار داری نظر میدی که بازم خاک بر سرت، از کجا میدونی اطلاعاتی که بهت دادن درسته؟ دو سه تا آمپول تقریبا 3 میلیارد تومان. اون پولی که من جمع کردم برای اون بیمار 1 میلیارد تومان هم نشده، نصف 1 میلیارد تومان هم نشده. اگر اون پولی که خودشون جمع کردن بذارین رو پولی که من جمع کردم، رو هم دیگه یه دونه آمپول اسپینراز هم نمیشه خرید. 125,000 دلار معادل تقریبا 700-800 میلیون تومانه، چون ارز تخصیصی که بهش نمیدن فعلا، دارو غیر قانونیه. با دلار 6 تومن هم حساب کنی 125,000 دلار تقریبا میشه 700-800 تومن. پولی که من جمع کردم رو هم بذاری 800 میلیون تومان نمیشه. پس روح الله عزم، خفشو عزیزم، من قبول دارم، میگم تو حساب منم نباشه، ولی چرا اصرار داری که پول باید تو حساب خانواده‌اش باشه؟ یه بار دیگه یه حرفی رو با هم دیگه مرور کنیم، بشتبیم، برگردیم. ببین ماجرا خیلی روشنه، من گفتم ما هر جا منافع مردم باشه همونجا هستیم. خب حالا گیر من افتاد، شما گفتی که هر جا منافع مردم باشه همونجایی. الان منظور تو کدوم مردمه؟ دقیقاً با کدوم مردم کار داری؟ منافع کدوم مردم مد نظرته؟ منافع مردمی که نفری 20,000 تومان دادن و نیتشون مداوای اون بچه است، یا منافع خانواده‌ای که قرار فقط پول بره تو حسابشون و بچه مداوا نشه، یا شاید هم منافع خودت؟ ها، این قضیه رو جوری احساسی جلوه دادی و دست گذاشتی رو عاطفه مردم که یه نفر دیگه بشه خوبه یه داستان، تو یهو مثل یه سوپرمن با رسانه یه کاذب و دروغ پردازه بیای وسط، یهو بشی حلال مشکلات، یه مظلومی هم مثل محسن افشانی بشه کلاهبردار داستان. بابا نکنین بازی رو، من خودم پوارو هم عزیزم، گوش بدین. ببین ماجرا خیلی روشنه، من گفتم ما هر جا منافع مردم باشه همونجا هستیم. بله ماجرا خیلی روشنه، اینجوری که ما با مردم نشستیم دیدیم و خودت حرف زدی، گویا منافع خودت بیشتر تو چشم می‌زد، چون این وسط فقط تو دو سر برد می‌شدی، این وسط از آب گلالود ماهی گرفتی و رسانه خودت رو معروف‌تر کردی و ویو کانالت رفت بالا، ویو اینستاگرامت رفت بالا، از یه طرفم کاری کردی که جای سوزشت یه همه خنک شه. از سوزش لوازم آتلیه از سال 88، من جلوترم در مورد اون قضیه کار دارم. میلیاردها تومان از محل پویش مردمی جمع میشه، اگر اون پولا تو حساب پدر و مادر بیمار باشه از هیچ هزینه‌ای فروگذار نمیکنه، چون به هر حال فرزندشه و پاره تنشه. وقتی چپش هم از مردم پر باشه بیدل هزینه میکنه، اگر به هر شکلی اون بچه از دست رفت، مداوا نشد یا عمرش به دنیا نبود، پس به راحتی تمام همه اون پول بی‌نتیجه خرج میشه. آیا رواست که اون پول بی‌دلیل و بیکار تو حساب خانوادش باشه؟ آیا رواست اون پول هزینه درمان بی نتیجه بشه؟ آیا نمیشه اون پول هزینه ساخت مدرسه بشه؟ آیا نمیشه اون پول هزینه 200 تا جایزیه بشه؟ آیا نمیشه با اون پول یه بیمارستان ساخت که 10,000 نفر دیگه مداوا بشن؟ پس اینجا منافع مردم نیست که وسطه، اینجا منافع شخصی یه خانواده است که اصرار داشتن پول تو حساب شخصی خودشون باشه. ولی اگر فقط سلامتی فرزندشون اهمیت داشت و اولویت مداوای فرزندشون بود، دیگه چه اهمیتی داشت پول تو حساب کی باشه؟ گفتن که محسن افشانی و همسرش با پولایی که به اسم بیبانان داره جمع میشه میرن سفر و میرن اشغال. اولا این پول رقمی نیست که من بخوام ازش دزدی کنم، عدد من نیست، این رقم رقمی نیست من بخوام خودم رو باهاش خراب کنم. دوما هممون میدونیم که اینجور پولا خوردن نداره. یه زمانی من توی یه مصاحبه گفتم که ساخت یه کسی مثل من برای نظام جمهوری اسلامی حداقل 50 میلیارد هزینه داره. اگر یه روزی شنیدید محسن
حسین افشانی 50 میلیارد تومان دزدی کرد اون موقع باور کنیم. من ترجیح میدم اندازه اسم و اعتبار و جایگاهی که دارم به اندازه بابک زنجانی ببرم، به اندازه محمود رضا خاوری ببرم، نه به اندازه اون دزد بیچاره ای که رفت بانک و زد اول رفت داروخونه برای بچه شیر خوش خرید. اینی که میخوام بگم برای یه سری از دوستانی که اصلا سر از قانون در نمیارن و ادعا هم میکنن که این مملکت قانون نداره، اتفاقا قانون داره، سیستم بانکیش هم قانونمنده، تراکنش های مالی هر حساب مشخصه، یک دستور ساده از قاضیه که گردش حساب این آقا رو از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بده. ابایی هم برای تحویل اون پول ندارم، اما نه به خانواده‌اش و نه به انجمنی که 12 سال داره فعالیت میکنه اما یه حرکت مثبت نکرده. فقط به دستور قاضی هر جا بگه اون پول واریز میکنیم. اما نکته ای رو که بنده بهش رسیدم و من میگم و دفاع میکنم، به روح رسول الله من دزد نیستم، به جان مادرم من کلاهبردار نیستم، من فقط دنبال ثوابم. لطفا با قضاوت های بیجاتون منو کبابم نکنید، ایمانتون رو به سادگی نبازید، به والله هممون توی وجب خاک میخوابیم. من ایمان دارم ماه پشت ابر نمیمونه، خدایی که تا الان منو سربلند نگه هم داشته جوری عزتمندم میکنه که به خاطر قضاوت ها و فشای امروزتون پشیمون باشید. ببینید خب ایشون این پولو نمیداد و میگفت این باید کامل بشه، من این پولو بدم خب شما فردا بری خونه بخری. به من چه که یه خانواده ای میخواد به اسم مداوای بچه‌اش دست به اون پول بزنه خونه بخره؟ اصلا همچین حرفی رو من نزدم، قضاوت بیجا نکردم، گفتم تکلیف اون پول چی میشه. لحن ایشون و حالات چهرهش یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. خب ایشون این پولو نمیداد و میگفت این باید کامل بشه، من این پولو بدم خب شما فردا بری خونه بخری. مسئول این پول چیه؟ یعنی حرفی که اصلا مسموع نبود. خدا وکیلی از این قسمت چی متوجه شد؟ تابلو نیست داره دروغ میگه؟ به نظر تو این همه آشفتگی برای چیه؟ یه بار دیگه ببینیم. خب ایشون این پولو نمیداد و میگفت این باید کامل بشه، من این پولو بدم خب شما فردا بری خونه بخری. مسئول این پول چیه؟ یعنی حرفی که اصلا مسموع نبود. کاری به مننمون کردنش نداری، به چشمای پرنفوذ خمار شهلاش هم کاری نداری، فقط آخر حرفاشو دقت کنید چی جوری دنبال یه واژه قلمبه سلمبه میگرده که مثل کسی که ضربه آخر استادو میزنه بزنه محسن افشاری رو ناکوت کنه. البته بعد از کلی چرت و پرت که اصلا مفهوم نبودا. ببینیم یه بار دیگه مسئول این پول چیه؟ یعنی حرفی که اصلا حرفی که اصلا مسموع نبود. یه بار دیگه ببینید چه قاطعانه به ذهنش میرسه و چنان محکم پرتابش میکنه که مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده. مسموع نبود. الله چرا مسموع؟ چرا اینقدر ثقیل؟ آقا چرا خودتو اذیت میکنی؟ یه دروغ از زبون من گفتی دیگه اینقدر لقمه رو نپیچون. خنده‌دار نیست؟ یه جمله از آسمون آورد تو ذهنش منتسب کرد به من، بعد یهو خندش گرفت که محسن افشانی عجب حرف غیر مسموعی زده. بعدش یه لحظه نفسش بالا نمیاد، دهنش خوش میشه، یه زبونی دور دهن میتابونه و دوباره با اعتماد به نفس شروع میکنه. کاری به توپقاش هم نداری. مسموع نبود و اینکه خب پولا رو از تو حساب در آورده بود، یعنی برده بود بیرون از تو حساب که به فرض این که مثلا قوه قضاییه ممکنه بلوک بکنه حسابو. خب مجموعه این عوامل باعث شد که ما اینجا حضور داشته باشیم. مثلا من خصومت شخصی هم اگه داشته باشم با کسی به هیچ وجه رسانه نمیارم. تا اینکه ایشون خب فشار اومد بهش و اومد یه ویدیویی داد دو سه تا. بچا آب بیارید برای رزه، بنده خدا گلوش خوش شد انقدر دروغ گفت والا. اول اینکه ایشون برای تحقیر من از واژه خانم استفاده کرد که خب خیلی بد بود و به جامعه زنان کشور برخورد، یعنی در حقیقت توهین به زنان بود که توهین جنسیتی کرد. من ابتدا از تمام بانوان عزیز و ارزشمند کشورم اگر براشون سوء تفاهم شده عذرخواهی میکنم. اصلا من نیتم برای استفاده از کلمه سرکار خانم به نیت فحش، ناسزا یا استفاده ابزاری نبود. از قدیم الایام یه سری مثالا داریم، یه سری واژه‌ها هستش که به کار میبریم. مثلا میگم مرد باش، مردونگی داشته باش. من اصلا نمیخواستم از این پیشوند به عنوان توهین به بانوان عزیز استفاده کنم. پیشوندی استفاده کردم برای این آقا که نشون بدم ایشون اصلا مرد نیست. ما چه بسا زنهایی داریم که از مردا مردترن. پس من نمیخواستم این واژه رو به عنوان یک واژه ابزاری و توهین‌آمیز برای مردان به کار ببرم. ضمن این که اگر به فهوای کلام بنده دقت میکردیم اصلا چنین موضوعی برداشت نمیشه. نیت من در اون گفته کاملا مشخصه. فارغ از این که جواب حرفهای منطقی منو پاسخ منطقی داشته باشن، همه رو گذاشتن کنار، ذهنا رو منحرف کردن و انگشتشون رو گذاشتن روی این جمله و دست به دامن آقای
مسیح علی نژاد شدن که بیا ما فشار بیاریم روی این نقطه آقای محسن افشاری رو منفورترش کنیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب. ایشون هنرپیشه سینما و تلویزیون. وقتی شاکی و عصبانی از سردبیر آمد نیوز که یک مرده و میخواد فوش بده، اینطوری ایشون رو خانم صدا. آدم میمونه به این عقل کلا یا به قول سامان تیزوشایی که در قرن 21 فکر میکنن زن فوشه چی بگه؟ مادر، خواهر، همسر، عشق، یارت. آقا جان ما افتخار میکنیم که زنیم. هر کی هم شورش نمیرسه و فکر میکنه زن فوشه، بری جلوش بایستی. چه؟ نکنه الان باید به جامعه مردان هم بر بخوره؟ من گفتم جناب آقای مسیح علی نژاد. یه همتون میدونید داداشیه واسه خودش بزرگوار. یه سر سوزن که به خودش نمیرسه. انقدر ظرافت و لطافت زنونه نداره. اونم از وضع صداشه. ما تمسخر نمیکنیم. اما یه زن یک مقدار نرمش داره. با صدای مردونه، با استایل مردونه نشسته داره از جامعه زنان دفاع میکنه. تو رو خدا جامعه زنان رو با رفتار و افکار بلکدار نکن. یه پرانتز، این داداشمون مسیح علی نژاد یه زمانی براش میارزید، چادر چاقچور میکرد، میرفت مجلس گزارش میگرفت، چون نورش اون موقع تو چادرش بود. الان نفعش تو بی‌حجابی بقیه است. نشسته پشت تریبونش به اسم حمایت از حقوق زنان تحریک میکنه که روسریشون رو بردارن برن تو خیابون. چی میشه؟ عنوان اتهامشون چیه؟ تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی. دختر مردمو میگیرن، تو میای درشون میاری، اون برای گد نشستی میگی لنگش کن. به هر حال بابت سوء تفاهمی که واسه بانوان عزیز کشورم پیش اومد خالصانه عذرخواهی میکنم.